آخوندرسایی عضو مجلس رژیم پس از رأی آوردن کابینه نوشت: بعد از هزینه بی سابقه‌ای که آقای انقلاب در تایید کابینه خودش کرد، همه کابینه معرفی شده ایشان از مجلس رأی گرفت. خانم مریم رجوی اعلام کرد: در حکومت و حاکمیت ملایان هیچ چیز عوض نشده و نخواهد شد. پزشکیان از ابتدا گفته بود چون نظام را در خطر می دید آمده و برنامه‌اش اجرای سیاست‌های خامنه‌ای است. جنگ افروزی خامنه‌ای مهمترین رویداد سال گذشته بود که منطقه را وارد دوران جدیدی کرد. ولی فقیه برای مهار شرایط انقلابی و برآمد توده‌ای اقدام به جنگ افروزی در غزه کرد. این جنگ ویرانگر و پرفاجعه که تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 40,000 تن از مردم غزه شده، در راستای استراتژی موشکی، پهپادی و نیروهای نیابتی در منطقه بود. اهداف خامنه‌ای از جنگ افروزی و صدور بحران به خارج از مرزها، علاوه بر صدبستن مقابل قیام‌های در تقدیر و شرایط انفجاری جامعه همراه با موج اعدام‌ها و سرکوب، مقابله با پیمان ابراهیم و سیاست‌های عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کوبیدن میخ هژمونی در منطقه و طرف حساب شدن در سطح بین‌المللی با استفاده حداکثری از مماشات دولت آمریکا بود. مسئله اصلی در این جنگ افروزی البته مقابله با وضعیت انفجاری جامعه تحت تأثیر تورم، گرانی، فقر و غیره بود که راه کارهای رئیسی پیرامون آن شکست کامل خورده بود. حمله های هوایی آمریکا و انگلستان به نیروهای رژیم در عراق، در دریای سرخ و یمن و حمله به کنسولگری رژیم در دمشق و کشته شدن بالاترین سرکردگان سپاه از جمله رویدادهایی بود که به طور مستقیم بر تضادهای درون جامعه و کشور به ویژه بر ولایت خامنه‌ای اثر گذاشت. کشیده شدن پای رژیم آخوندها به طور مستقیم در جنگ غزه و بیرون زدن سر مار و شکست بازی نیابتی و تلاش خامنه‌ای برای پنهان شدن پشت نیروهای نیابتی چاره ساز نبود و بدین ترتیب محاسبه خامنه‌ای روی دستاوردهای جنگ افروزی رنگ باخت و در نتیجه باخت استراتژیک در قمار خامنه‌ای را در چشم‌انداز قرار داد. واقعه ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران در روز 10 مرداد 1403 پس از شرکت او در مراسم سوگند پزشکیان در مجلس رژیم، تأکید خامنه‌ای بر خونخواهی را به دنبال داشت و گرفتار شدن ولی فقیه در قمار استراتژیک جنگ افروزی را بارز کرد. مسعود رجوی درباره بنبست خامنه‌ای گفت: چه خوب است که زهر بخورد و به قول خودش عقب نشینی تاکتیکی پیشه کند و واپس به تمرگد. در این صورت در مجازات سخت و وظیفه خونخواهی که وعده داد سنگ روی یخ می شود و هژمونی خلیفه ارتجاع ترک بر می دارد. این برای قیام خلق مغتنم و آغاز همان غضب الهی است که می گوید. اما اگر عقب نشینی نکند، هنوز دولت جدید ارتجاع را جا نینداخته، باید به استقبال جنگی برود که بازنده استراتژیک آن سر مار ولایت است. اعدام زندانیان سیاسی و توطئه‌های رژیم علیه مقاومت در سال گذشته افزایش یافت. ترور جنایتکارانه و نافرجام دکتر ویدال کوادراس در مادرید تا
توطئه بیشرمانه علیه مجاهدین در اشرف سه، برگزاری جلسات محاکمه غیابی مجاهدین و اعضای مقاومت در تهران 36 سال بعد از حکم خمینی و قانون رژیم برای اعدام مجاهدین و متحدانشان در شمار این اقدامات رذیلانه هستند. در برابر این گونه حرکت‌ها شاهد گسترش کمی و کیفی کانون‌های شورشی در داخل کشور و فعالیت‌های نیروهای مقاومت در خارج از کشور بودیم. این فعالیت‌ها نقش برجسته‌ای در شرایط پرتحول سال جاری خواهد داشت. مجموعه بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تشدید تضادهای درون هرم قدرت و آثار کلان هلاکت رئیسی، کنش‌های جهانی و منطقه‌ای و به ویژه جنبش‌ها و خیزش‌ها و قیام‌های مداوم مردم نشان می‌دهد که بحران و شرایط انقلابی وارد مرحله‌ای نوین و اعتلایی بی‌سابقه شده که خود را در شعبدی موسوم به انتخابات ریاست جمهوری و برآمد پزشکیان نشان داد. با تأکید تکرار می‌کنیم که غلبه بر تمام فجایعی که محصول حاکمیت استبداد دینی است، صرفاً با سرنگونی این نظام جهل و جنایت آغاز خواهد شد. وظیفه و تکلیف ما طی 43 سال گذشته تکیه بر تضاد اصلی جامعه، یعنی تضاد بین مردم با رژیم حاکم و ضرورت قیام و سرنگونی استبداد دینی برای تحقق حاکمیت ملی و مردمی بوده و هست. خوشبختانه رویدادهای یک سال گذشته، خدعه سوریه ای شدن، جنگ داخلی و تجزیه ایران را بی اعتبار کرد. شورا به همان گونه که همواره و از جمله در بیانیه های سالانه اعلام کرده است، با تمام توان از مبارزات و خیزش های مردمی، جنبش های خاموشی ناپذیر و مستمر کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و کسبه، جوانان و حرکت های حق طلبانی ملیت ها و مردم به پا خواسته در مناطق مختلف میهنمان که در چهارگوشه ایران درفش مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همه مخاطرات و هزینه‌های آن برافراشته نگه داشته‌اند، حمایت کرده و برای رساندن صدای این جنبش‌ها به گوش عموم مردم ایران و جهان کوشیده است. بیانیه شورا مرداد 1397. بر اساس مصوبات شورا، در ایران فردا انتخاب و آرای عمومی اساس مشروعیت نظام آینده کشور است. آزادی عقیده، بیان و مطبوعات و آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌های سیاسی و امنیت قضایی همه آحاد مردم و حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین می‌شود. همه امتیازهای جنسی و قومی و عقیدتی لغو می شود و هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف ممنوع خواهد بود و هیچ کس به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب هیچ امتیاز یا محرومیتی نخواهد داشت. شورای ملی مقاومت ایران یاد و خاطره همه زنان و مردانی را که در بیش از یک قرن گذشته در راه پیکار پرشکوه برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت به شهادت رسیدند، به خصوص شهیدان دهه خونین شصت و شهیدان تمام قیام‌ها، جنبش‌ها و اعدام‌های زندانیان سیاسی در سراسر کشور و بیش از 30,000 شهید سرفراز قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 را که به خمینی جلاد نه گفتند گرامی می دارد و به آنها ادای احترام می کند.
یاد زنان و مردان و همه پیشتازان فداکاری که به دیکتاتوری سلطنتی و به خلافت ولایت فقیه نگفتند و به دست جلادان شاه و شیخ به شهادت رسیدند ماندگار است. ما نمی بخشیم و نفراموش می کنیم. شورا همچنین به همه مبارزان انقلابی که در چهار گوشه کشور پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، ملی و اعتقاد یا عدم اعتقاد مذهبی را با قبول همه مخاطرات آن برافراشته نگه می‌دارند، درود می‌فرستد. شورای ملی مقاومت در 43 سالگرد تأسیس خود به زنان و مردانی که در اسارتگاه‌های رژیم مقاومت می‌کنند، به ویژه به زندانیانی که با اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نعب اعدام و خطرپذیری و تهاجم به دشمن در کانون اقتدار ضد انسانیش پرچم ایستادگی را شجاعانه برافراشته نگه داشتند، درود می‌فرستد و با آنان اعلام همبستگی می‌کند. ما با تمامی یاران و بستگان شهیدان و زندانیان سیاسی که راه و رسم مقاومت و آزادی خواهی آنها را در مسیر دادخواهی تداوم می بخشند اعلام همبستگی می کنیم. شورای ملی مقاومت از تلاش های خستگی ناپذیر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، قدردانی می کند. در فرازی از این فعالیت ها در روز 10 بهمن 1402، خانم رجوی در تالار ویکتور هوگو در مجلس ملی فرانسه گفت: من به اینجا مجلس ملی فرانسه آمدم تا پیشنهاد یک راه حل 4 ماده‌ای درباره ایران را ارائه کنم. 1. نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی، همان گونه که در بیانیه مجلس ملی فرانسه در خرداد گذشته و قطعنامه مصوب بهمن 1401 پارلمان اروپا خواسته شده است. 2. به کار انداختن مکانیزم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد که باعث فعال کردن مجدد قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت علیه پروژه‌های اتمی رژیم می‌شود. 3. قرار دادن رژیم ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد که در مورد رژیم‌هایی است که تهدید صلح در جهان هستند. 4. به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی. Premièrement, inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des entités terroristes qu'on le demande la déclaration de l'Assemblée nationale de juin dernier et la résolution de janvier 2023 du Parlement européen. Deuxièmement, activer le mécanisme de snapback de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui permet de réactiver les résolutions de sanctions contre le projet nucléaire du régime. Troisièmement, placer le régime iranien sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies concernant les régimes qui forment une menace pour la paix dans le monde. Et quatrièmement, reconnaître la lutte du peuple iranien pour renverser le fascisme religieux. تلاش در افشا و محکومیت بین المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدام‌ها و شکنجه زندانیان و پیگیری روند جنبش دادخواهی در تضمین حفاظت و حقوق رزمندگان مجاهد در اشرف سه، در حمایت کامل از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه
و در افشای سیاست دلال منشی مماشات و در رویارویی با بنیادگرایی و تروریسم برخواسته از خلافت خمینی و خامنه ای و همبستگی با ملت‌های رنج دیده، از این پدیده شوم بخشی از فعالیت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت است. این فعالیت در گرد همایی جهانی ایران آزاد موقعیت سیاسی، اجتماعی و بین المللی جنبش مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک را در شرایط حساس و پرتحول ایران و منطقه و جهان بارز کرد. این پیروزی چشمگیر در 43 سال مقاومتی است که مسئول شورا آن را اینگونه تعریف می کند: بزرگترین، طولانی ترین، بغرنج ترین و خونین ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ. شورای ملی مقاومت پیوسته از طریق انتشار نتیجه بحث‌های خود در اجلاس‌های میاندوره‌ای، موضع‌گیری‌های روزانه دبیرخانه و کمیسیون‌ها و نمایندگی‌های شورا و از طریق روشنگری‌های سازمان‌ها و شخصیت‌های عضو شورا دیدگاه‌های خود را برای مردم ایران روشن کرده است. بیانیه حاضر جمع‌بندی و فشرده‌ای از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحولاتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت سازمان یافته ایران پیوند دارد.